چگونه فوراً ضربان قلب خودمون رو کاهش بدیم. آیا تا به حال احساس تندی ضربان قلب کردین؟ وقتی این اتفاق میفته صورتتون هم قرمز میشه؟ این علائم میتونه به شما نشون بده که تپش قلب دارید. و آیا میدونستین که زنان باردار و افرادی که از حملات پانیک رنج میبرن بیشتر در معرض ابتلا به این مشکل هستن؟ و اما حملات پانیک، یک هجوم ناگهانی از حس ترس و استرابه. این حمله علائم جسمی و روانی ایجاد میکنه. سطح ترس تجربه شده در اختلال پانیک غیر واقعیه و با وقایع و شرایطی که باعث حمله پانیک میشه تناسب نداره. امروز با سه روش تنظیم تپش قلب به طور طبیعی و ایمن آشنا میشیم. ضربان قلب نامنظم میتونه دلایل خیلی زیادی داشته باشه، اما اصلی ترین اونها استرس و استرابه. تپش قلب معمولاً با تنگی نفس، سرگیجه، تاری دید، درد در قفسه سینه، تعریق زیاد، حالت تهوع، استفراغ و حتی قش همراهه. بهترین راه برای کنترل تپش قلب از طریق تنفس عمیقه. این به کاهش استراب و عادی سازی ضربان قلب کمک میکنه. نفسهای عمیق بدن رو آروم میکنه. علاوه بر نفسهای عمیق میتونید با پاهای روی هم به راحتی بشینید. به آرامی و عمیق از طریق بینی نفس بکشین و اجازه بدید شکمتون با هر نفس منبسط بشه. میتونید یه دستتون روی شکمتون بذارین و چند دقیقه این کارو تکرار کنید تا ضربان قلبتون کاهش پیدا کنه. آیا عادت به نوشیدن آب دارین؟ و میدونید که این کار باعث تنظیم ضربان قلب میشه؟ سعی کنید یک لیوان آب سرد بنوشید تا ضربان قلب خودتون رو بازیابی کنین. علاوه بر این نوشیدن آب استرس، استراب و سرگیجه رو هم کاهش میده. همچنین اسپری آب سرد روی صورت میتونه تپش قلب و حملات پانیک رو کاهش بده. علاوه بر این ترفندها، خوردن چای بادرنجه بویه در کاهش تپش قلب خیلی مؤثره. این گیاه به عنوان یک مسکن ملایم عمل میکنه و به کاهش استراب کمک میکنه. برای تهیه این چای، یک قاشق چایخوری بادرنجه بویه رو به یه فنجان آب داغ اضافه کنید. روش رو بپوشونید و بذارید 5 تا 10 دقیقه دم بکشه. هر زمان که تپش قلب دارید یک فنجون از این چای رو بنوشید. از این نکات فقط در مواقعی که تپش قلب دارید استفاده کنید و اگه میتونید چای بادرنجه بویه درست کنید حتما این کار رو انجام بدین. این ترفندهای کوچیک همراه با نوشیدن چای آرامش بیشتری به قلب شما میده. اگه تپش قلب شما بیش از یک ساعت طول کشید و با گذشت زمان بدتر میشه، یا اگه علائمی مثل سرگیجه، تنگی قفسه سینه یا تنگی نفس به دنبالش رخ میده، فوراً به اورژانس مراجعه کنید یا سراغ یه متخصص قلب برید. اگه این علائم رو احساس میکنید، به خصوص اگه بدتر بشن یا مکرراً اتفاق بیفته، یا اگه سابقه خانوادگی بیماری قلبی دارید، حتما به سراغ پزشک برید. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگه سوال یا نظری داشتید حتما با من در ارتباط باشید. و اگه تا به حال این کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا این کار رو کنید، زنگوله رو بزنید و این ویدیو رو لایک کنید. و ممنون میشم که از دکمه تشکر استفاده کنید. همچنین اگه از این دمنوش استفاده کردید لطفا توی کامنت ها برامون بنویسید که چه احساسی داشتید. مراقب خودتون باشید و به سلامتی خودتون اهمیت بدید. خدا نگهدار.